سلام، جعفر کاظمی هستم و توی این ویدیو میخوایم راجع به دومین نوع سنسورهای مبتنی بر تغییر مقاومت الکتریکی یعنی پتانسیومتر صحبت کنیم که اینجا دو نمونهش رو در تصویر میبینید. ما در ویدیو قبلی گفتیم که سنسورها بر اساس روش عملکردشون به چند دسته تقسیم میشن. راجع به مقاومتی ها صحبت کردیم، گفتیم خودش به چند دسته زیر دسته تقسیم میشه. راجع به استرین گیج قبلا صحبت کردیم. تو این ویدیو میخوایم راجع به پتانسیومتر صحبت کنیم. پتانسیومتر را از نظر نوع حرکت اون محرک میتونه روتاری باشه یا لینیر، یعنی چرخشی یا خطی، که اینجا نمونه هایش رو شما میبینید. البته هر کدوم از اینها میتونه به چند زیرگروه هم تقسیم بشه. اساس کار پتانسیومترهای چرخشی یا روتاری به این صورته که مقاومتیه به این شکلی که اینجا میبینید، پایه 1 و 3 مقاومت بینشون یه عدد ثابته و بسته به اینکه این قطعه که اسمش وایپره و توسط این ناب به حرکت در میاد کجا باشه، مقاومت بین 1 و 2 یا 2 و 3 تغییر میکنه. یکیش زیاد میشه، یکی کم میشه. در پتانسیومترهای لینیر یا خطی وایپر ما به این صورت کشویی هستش که حرکت میکنه در این طول و این روی یه سیمپیچ مقاومتی که خود اون روی مانرل نصبه حرکت میکنه و همون اتفاق قبلی میفته. این قسمت اسلایدر وایپر به اون جایی که قرار دیسپلیسمنتش یا اون حرکت اندازگیری بشه متصل میشه. یه نوع دیگه از پتانسیومتر هم البته هست، بهش میگم ممبرین پتانسیومتر یا سافت ممبرین یا سافت پتانسیومتر، که تو این شکل نمونهایش میبینید. اگر یه جایی از این رو شما با دست یا انگشت فشار بدید مطابق این که اینجا میبینید، همون اتفاقی که مشابه حالت قبل برای روتاری اتفاق افتاد اینجا هم میفته. خب بریم با هم یه ویدیو رو ببینیم راجع به دو نوع از پتانسیومترها، یعنی مولتی ترن و کشویی، و بعد برگردیم. خب همونطوری که گفتم پتانسیومترها انواع مختلفی دارند. من اینجا دو نمونه رو براتون آوردم که با هم دیگه ببینیم. این نمونه روتاری پتانسیومتر و این هم پتانسیومتر کشویی. پتانسیومتر کشویی وقتی استفاده میشه که شما یه حرکت خطی داشته باشین و بخواین تغییر مقاومت به این روش ایجاد کنید. الان ببینید من حالا پایه‌هاشو بستم به این اوهمتر که میبینید در این حالت از مقاومت صفر توی اون دو پایه‌ای که استفاده کردم تا حد اکثری که برای این پتانسیومتر هست که حدود 10 کیلو اوهمه. بنابراین اگر شما یه سیستمی داشته باشید که بتونه این رو حرکت بده، این وایپر رو به این صورت، حالا بسته به اون موقعیت یا حالا هر چیز دیگه‌ای که هست، شما میتونید تغییر مقاومت ببینید و از این تغییر مقاومت استفاده کنید. خب حالا اگر همین رو من براتون با یه پتانسیومتر روتاری نشون بدم، این یه پتانسیومتر ببخشید مولتی ترنه. در واقع پتانسیومتر مولتی ترن یعنی چی؟ یعنی اینکه این میتونه چند دور، حالا بسته به اون چیزی که روش نوشته، 10 دور یا بیشتر بچرخه و در طی این چرخش تغییر مقاومت ایجاد کنه. الان من دو تا از پایه‌هاش استفاده کردم. الان این رو ماکسیمم خودش همونطوری که می‌بینید و حالا اگر این پیچ رو بچرخونم می‌بینید این مقاومتش چی میشه؟ به تدریج کم میشه و به همین ترتیب برعکس اگه بچرخونم میاد تا حد اکثرش که بازم این یه پتانسیومتر مولتی ترن 10 کیلو اوم. حالا اگر شما یه سنسور، یه سیستمی داشته باشید که منجر به چرخش بشه، مثلا فرض کنید یه لول متری رو یا سنسور لول یا ارتفاع رو در نظر بگیرید که یه فلوتری میاد بالا پایین، اگه یه قرقره رو این وصل کنید و اینو بچرخونید، موقعیت سطح مایه میتونه تبدیل بشه به چی؟ به یه حرکت دورانی و اون وقت از این استفاده کنید برای نمایش میزان سطح. پس این دو نمونه از سنسورهایی بود که اینجا من خدمتتون نشون دادم که بر اثر تغییر مقاومت کار میکنند، که بهشون میگیم پتانسیومتر. حالا این یه پتانسیومتر مولتی ترنه، اینم یه پتانسیومتر چیه؟ کشویه. البته انواع دیگه هم وجود داره ولی اینا جزو دو تا از مرسوم ترین نمونه هاش هستن. متشکرم. خب بریم سراغ کاربورت ها. کاربورت ها خب خیلی متنوعن دیگه، بسته به اینکه حالا چه کاربوردی داشته باشین خیلی تنوع داره. من اینجا چند تا نمونه میگم. به عنوان مثال اولین کاربورد پتانسیومتریک دیسپلیسمنت ترانسیوسر، یعنی ترانسیوسر های جابجایی.
یا موقعیت که اینجا دو نمونهش شما میبینید، حالا این نمونه فنردار، فنر بیرونه، اینم فنر داره ولی فنرش داخلشه، که برای اندازگیری موقعیت به کار میره. دقت بفرمایید که برای اندازگیری دیسپلیسمنت یا موقعیت فاصله روش های بسیار متنوع دیگه هم وجود داره که به تدریج بهشون میپردازیم. حالا این یکی از روش هاست. به هر حال اینم یه نمونه دیگه از همون دیسپلیسمنت ترانسدیوسره که حالت جکی داره همونطور که میبینید. پتانسیومترای مولتی ترم که توی اون ویدیو نشونتون دادم میتونه هیوی دیوتی هم باشه، یعنی برای کاربردهای صنعتی هم استفاده بشه، که در این صورت همونطور که می‌بینید محفظه‌های خاصی داره که قابل کاربرد میکنه در محیط‌های سخت و خشن. یکی دیگه از کاربردهای پتانسیومتر درا وایر پوزیشن سنسوره یا استرینگ پتانسیومتر، کیبل اکستنشن ترانسدیوسر، اینا اسمایی که براش میذارن. همونطور که می‌بینید یه کابلیه وصل به قرقرمانندی که این میچرخه و چرخشش منتقل میشه به یه پتانسیومتر مولتی ترنی که در این انتها نصب هست. این فنر هم برای اینکه این کابل رو برگردونه به حالت اولیش. تو اینجا تو این قسمت پایین یه شکل نمونه واقعیشو میتونید ببینید. اینجا کاتالوگ همون هستش که حالا کاتالوگ یه نمونه درا وایر سنسوره که مشخصاتشو اینجا میتونید ببینید و تصویرشو، و اینم منحنی تغییرات مقاومت بر حسب پوزیشن هست که اینجا نحوه عمل کردش رو میتونید ببینید، همون پایه های 1 و 2 و 3 به همون ترتیبی که قبلا توضیح دادم. خب استفاده از پتانسیومتر برای تعیین موقعیت والو یا پوزیشن ایندیکیتور، والو پوزیشن ایندیکیتوری که دیگه از کاربرد است. والو انواع مختلفی دارن، کنترل والو، پنوماتیک، الکتریک یا MOV و هیدرولیک، که در اکثر اینها خیلی وقتا ما میخواییم بدونیم که الان موقعیت یا پوزیشن والو کجاست، که میشه برای این کار از انواع پتانسیومترهای خطی یا دورانی استفاده کرد. البته روش های دیگه هم الان وجود داره، ولی به هر حال اینم یکی از روش هاست. باز اینجا یه نمونه دیگه از کاربرد رو شما میبینید که حرکت استم یا ساقه والو تبدیل میشه حالا اینجا به یه تغییر مقاومتی در پتانسیومتر و نهایتاً خروجی که منتقل میشه به جایی که لازمه. همین کاربرد رو شما برای MOV یا موتورایز والو هم اینجا میتونید ببینید. مشابه والو که برای لوله ها استفاده میشه، برای کانال های هوا میدونید که از دمپر استفاده میشه و دمپر در واقع فیدبک پتانسیومتر برای ایر دمپرا هم یکی دیگه از کاربرد هاست. مشابه همونه ولی خب اینجا برای دمپر هست. یکی دیگه از کاربرد ها اندازگیری سطح مایعات. اگه شما بیایید و مثلا یه مخزنی داشته باشید که یه اهرم اینجا یه راد وصل به یه فلوت و این با تغییر سطح مایع بالا پایین میره، میتونه این منتقل بشه به یه وریبل رزیستانس رزیستور اینجا و این تغییر مقاومت نهایتا منجر بشه به قرائت میزان مثلا سوخت داخل باک. البته خب این طرحهای جدیدتری هم الان هست، ولی به هر حال اینم یکی از طرحهایی که از قدیم استفاده میشده. اون کاربردی که تو ویدیو توضیح دادم منظورم این بود، یعنی شما یه فلوتی میتونید داشته باشید روی سطح مایع، بعد بچرخه، با بالا پایین رفتن فلوت این میتونه بچرخه. پتانسیومتر مولتی ترن تو این نقطه قرمز رنگ قرار میگیره و یه خروجی میتونید داشته باشید. نمونه‌ای از لول سنسورهایی با این روش هم هست. برای اندازه‌گیری فشار هم میشه از پتانسیومتر استفاده کرد، البته الان دیگه کمتر استفاده میشه، ولی مکانیزم اون روشایی که قبلا بوده یکیش این بوده که مثلا اینجا دیافراگم، البته در برخی از موارد به جای دیافراگم از فانوسی استفاده میشده که قابلیت حرکت بیشتر داشته باشه و اون وقت این بس میشده به یه پتانسیومتر کشویی و نهایتاً یه خروجی شما اینجا دارید. چون میدونید پتانسیومتر در واقع به معنی یک ولتاژ دیوایدره، در واقع به نوعی دیگه، یعنی با این موقعیتی که شما اینجا قرار میدید ولتاژ رو تقسیم میکنه بین این دو قسمت. به خاطر همین یادم رفت بگم که ولتاژ دیوایدر هم بهش میگن، منتها حالا اینجا ما کاربردی که داریم متفاوته. میشه به جای حرکت خطی توی سنسور فشار مثلا فرض کنید یه هلیکال بوردون تیوب داشت. بوردون تیوب حالا تو بخش فشار توضیح میدم، ولی به هر حال فشار که وارد میشه این میچرخه، چرخشش با یه وایپر آرم وصل میشه به یه پتانسیومتر دورانی و نهایتاً یه خروجی میتونید داشته باشید. خب نمونه‌ای از کاربردا بودن، البته کاربردا خیلی متنوع. اگر علاقمند هستید که این موضوعات رو بیشتر بهش بپردازیم، میتونید این صفحات رو دنبال کنید: اینستاگرام، تلگرام، آپارات، یوتیوب و صفحه لینکدین. موفق و مؤید باشید.